برام خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. پنجشنبه 14 جدی 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 جنوری سال 2007 میلادی. در رخص هم سرخط چند خبر مهم. روی میز قرار گرفتن طرح تازه آمریکا با منظور قطع کمک های نظامی به پاکستان، تلاش ها برای افزایش عملیات نظامیان کشور بر موازی گروه های هراس افغان در سال 2018 میلادی، گشایش انتقال لین 220 کیلوولت میدان وردک به غزنی از سوی رئیس جمهور غنی و درج شکایت ایران در سازمان ملل متحد از مداخله آمریکا در امور داخلی آن کشور. مشروع خبرها. در سال 2018 میلادی نبرد در افغانستان شدت میگیرد. بر بنیاد گزارش تازه نهاد بین المللی گروه بحران، در سال 2018 میلادی نیروهای امنیتی افغانستان عملیات تهاجمی بیشتر را برای سرکوب طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت راه اندازی خواهند کرد تا این گروه را وادار به گفتگو و جستجوی راه حل سیاسی برای دریافت مطالباتشان نمایند. نگرانی ها از احتمال تجدید نبرد در سال روان میلادی در کشور. نهاد بین المللی گروه بحران در گزارش تازه‌اش از تجدید جنگ در افغانستان در سال 2018 میلادی خبر داده و گفته است که در این سال احتمال می رود عملیات تهاجمی نظامیان افغانستان بر موازی هراس افغانان به ویژه گروه طالبان بیشتر شود، موردی که وزارت دفاع ملی نیز آن را می پذیرد. جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که از توریسم رنج میبرند، اونا به افغانستان کمک نکنن و ما ضربات کوبنده را برای مخالفین وارد نکنیم. این درست است که در سال 2018 یا 1397 ممکن جنگ جریان پیدا کنه و شدید تر باشه. این نهاد همچنان از ارتباط نزدیک ایران و روسیه با گروه طالبان پرده برداشته و گفته است که دو کشور با ترس از داعش در تلاش تقویت گروه طالبان در خاک افغانستانند. گروه های توریستی در کل داعش، طالب و 20 گروه دیگری که وجود داره، این 20 گروه هر کدام وابسته است برای از یکی از این کشورها. مثلا گفته میشه که داعش آمریکا استفاده میکنه، ولی علیه آمریکا روسیه در صد استفاده از طالبان است. پس اینا برای از اینکه بتونن رقبا یکی دیگر در منطقه ضعیف بسازن، تحت فشار قرار بتن، منافع خود بهتر تامین بکنن، از گروه های توریستی استفاده میکنن. در بخش دیگر این گزارش، شیوهی که آمریکا برای زیر فشار قرار دادن پاکستان و کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای سال در پیش گرفته است، اشتباه پنداشته می شود. ای به حکومت ما تعلق داره که چقدر زمینه سازی میکنه. اگر مثل تاپی واره فقط به گپ باشه و تا به حال را هیچ کاری برش نکرده باشن، ما هیچ وقت صاحب صلح نخواهیم. باور من است که با حفظ منافع ملی افغانستان، تامین منافع پاکستان در سطح منطقه، دیالوگ و تعامل میتونیم مشکل در سطح کشور ما حل بکنیم. دشمنی دوامدار با پاکستان هیچ دستاوردی برای افغانستان نداره. بر بنیاد این گزارش، در پهلوی تجدید نبرد در افغانستان احتمال می رود که نبرد و منازعه در 9 کشور دیگر مشمول آمریکا و کوریای شمالی، آمریکا و عربستان سعودی با ایران، بحران مسلمانان روهینگیایی میان میانمار و بنگلادش، یمن، سوریه، منطقه ساحل در آفریقا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اوکراین و ونزوئلا نیز شدت گیرد. کاخ سفید با احتمال زیاد تا ساعت دیگر اقدامهای تازه اش را در برابر پاکستان اعلام خواهد کرد. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا برای افغانستان میگوید که حذف پاکستان از فهرست متحدان ناتو، وارد کردن فشارهای اقتصادی سوی آمریکا و بانک جهانی بر آن کشور و قرار گرفتن برخی از شعرهای ارتش و کارمندان استخبارات پاکستان در فهرست سیاه از فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد خواهد بود. پایان مهلت 48 ساعته آمریکا به پاکستان و آوردن فشارهای تازه بر آن کشور. تا ساعت دیگر کاخ سفید طرحهای تازه‌ای را برای قطع کمک امنیتی به پاکستان اعلام خواهد کرد. حذف پاکستان از فهرست متحدان ناتو، نپرداختن پول انتقال اموال و کمک‌های نظامی، وارد کردن فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا، بانک جهانی IMF بر آن کشور، قرار گرفتن برخی از چهره‌های ارتش و کارمندان استخبارات پاکستان در فهرست سیاه از افزایش فشارهای آمریکا بر اسلام آباد خواهد بود.
موردی که ظلمی خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا برای افغانستان و عراق آن را تایید می‌کند. آمریکا به این نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. وزارت دفاع ملی از تصمیم تازه آمریکا برای وارد کردن فشار بر پاکستان استقبال می‌کند. باقیده ما هر قدر که آمریکا می‌تواند یا کشورهای عضو ناتو می‌تواند برای پاکستان فشار زیاد وارد کنند تا اونا تروریست‌ها را حمایت نکنند. اکنون سفیر پیشین آمریکا برای افغانستان پشتیبانی و وجود پناهگاه امن گروه‌های عراس افکن را در خاک پاکستان برای آن کشور بسیار خطرناک می‌داند. پشتیبانی از گروه‌های هراس افغان به ویژه شبکه حقانی نه تنها برای افغانستان و آمریکا بل برای پاکستان نیز نهایت خطرناک خواهد بود و می‌تواند مشکلات عدیده شورشگری را در داخل قلمرو پاکستان خلق کند. اما رهبر حزب اسلامی موضع‌گیری آمریکا را در برابر پاکستان ناشی از عمل نکردن آن کشور به تعهداتش نه بل عامل آن را نزدیکی اسلام آباد با روسیه، چین و ایران می‌داند. اسلام آباد به مسکو، چین و ایران نزدیک شد و امریکا احساس میکنه که در این منطقه یک جبهه جدیدی علی امریکا ساخته میشه. با تاختن دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به پاکستان در نخستین توییتش در سال 2018 میلادی روابط میان دو کشور به سردی گرایید. کشوری که خودش را از متحدان اصلی واشنگتن در مبارزه با هراس افغانی در افغانستان میپنداشت و در 15 سال پسین بیش از 33 میلیارد دلار را به بهانه مبارزه با هراس افغانی از این کشور دریافت میکرد. بیرون رفت از وضعیت موجود تا زمانی که تنش‌های درون حکومتی حل نشود ناممکن است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با انتقاد از موضع‌گیری‌های پسین سیاسیون در کشور، هرچند از فرد مشخص نام نمی‌برد، اما هشدار می‌دهد که به هیچ فرد و یا گروه اجازه فروپاشی نظام را نمی‌دهد. شکیب مولوی زاده. تحولات پسین در کشور بهانه‌ای شده است تا رهبر حزب اسلامی بار دیگر در انظار عامه ظاهر شود. نخستین حرفهایش در مورد تنش‌های موجود درون حکومتی و ایجاد جزیره‌های قدرت در افغانستان با ورود ناتو به این کشور است. او هرچند تنش میان حکومت و والی پیشین بلخ را کوچک می‌شمارد و تأکید می‌کند که در این مسئله مداخله نمی‌کند، اما همزمان هشدار می‌دهد که به هیچ کس اجازه فروپاشی نظام را نخواهد داد و پایان نبرد و تأمین ثبات در کشور را مشروط به حل تنش‌های درونی می‌داند. سوق چل ناسالم و لارو او غیر اصولی لارو او پویو ارخیز توګه د نظام بدلول او نسکورول غواړي، نه ورسره موافق یو او نه هم اجازه ورکو. تر هغه چې دا حالت وي جنگ به دوام کوي. د همدې حالت له کبله نن موږ تر 6 میلیونه زیاد مهاجرین لرو. رهبر حزب اسلامی در پاسخ به گفته‌ها در مورد اینکه برخی از افراد بازداشت شده گروه داعش هم اکنون و یا در گذشته عضویت حزب اسلامی را داشتند میگوید: بودی ټول وجده لیست که یو فرد هم دست نده شده شوه چه هغه د حزب نه پرته له بل ګوند سره تعلق ارتباط ولري. هغه چې افتراعات کوي لطفا هغه دې وړاندې شي، یو چا نوم دې واخلي چې فلان کس په داعش او یا په طالب پورې مربوط دی او هیز دیگه دی خوشی کولو خوشتانه کرده دی یو چانم دی واخلی. و ای از آمادگی کامل حزبش برای اشتراک در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها خبر داده و تاکید می کند که تأخیر در زمان برگزاری انتخابات پیشرو برایشان پذیرفتنی نیست. او همچنان برای پایان تنش های موجود بر سر توزیع شناسنامه برقی نیست مشکلی در درج واژه ها در این شناسنامه ها نمی بیند. مولدی سرم موافق چی وازی دی هر چا د ملت او طبیعت په ارتباط ویلی کړی شي چې افغان دی، او په دې کې هم سهاره جمعانه نه ګورو چې یو چا د قوم یادونه هم وشي. پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن دام ویلی کړی شي، ځکه له دې سره کومه ستونزه نه لرو چې فکر کوو دا به هم یوه لانجه حل کړي.
آقای حکمتیار با انتقاد از کندی روند تطبیق توافقنامه صلح حزبش با حکومت همچنان به ظرفیت حکومت برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح نیست با دیده شک می نگرد. مسئولان اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگویند که مصوبه کمیته مختلط شورای ملی در مورد فرمان رئیس جمهور غنی در پیوند به تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکل حقوقی ندارد. آقای فرزایی تاکید میکند که هرگاه نصاب در کمیته مختلط شورای ملی تکمیل باشد و رای گیری نیز با اکثریت آرا انجام شود، مصوبه این کمیته قانونی است. امید دولتزاده. فرمان رئیس جمهور غنی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد که سرانجام روشن شدن سرنوشت این فرمان به کمیته مختلط شورای ملی واگذار شد. در این کمیته 8 نماینده مجلس سنا و 4 نماینده مجلس نمایندگان حضور یافتند و با اکثریت آرا این فرمان را تایید کردند. در همین حال در ماده 100 قانون اساسی در این زمینه نیز چنین پیش بینی شده است. هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد. فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود. اما مخالفان این فرمان در مجلس نمایندگان به این باورند که تمام نمایندگان معرفی شده ایشان در این کمیته حضور نداشتند. بنابراین فیصله این کمیته خلاف قانون است. بر اساس قانون اساسی باید کمیسیون مساوی اعضا تشکیل میشود که با این شکل تشکیل نشده. از ولسی جرگه 4 نفر معرفی شده است، 4 نفرش حاضر بوده، 4 نفرش حاضر نبوده. ولی مسئولان اتحادیه حقوقدانان افغانستان تاکید می کنند که در این کمیته نصاب تکمیل بوده و مصوبه آن نیز قانونی می باشد. کمیسیون نصاب قانونیش تکمیل است و با اکثریت اعضای حاضر تصمیم گرفته می شود. یعنی با در نظر داشت ماده 98 قانون اصول وظایف داخلی ولسی جرگه گفته می تانیم که تصمیم این کمیته کاملا قانونی است. با این حال برخی از موافقان این فرمان در مجلس نمایندگان میگویند بازنگری این فرمان در این مجلس خلاف قانون است. ز فکر کوم چې پاجندا کې نیول هم غیر قانونی دی او په دې باندې غږیدل هم غیر قانونی دی او په دې باندې بحث کول هم غیر قانونی دی. این موضوع نه تنها مجلس نمایندگان را با مجلس سنا در رویاروی قرار داده، بل اعضای مجلس نمایندگان را نیز به دو دسته تقسیم کرده است. از یک سو برای گنجانیدن دوباره این فرمان در آجندای مجلس نمایندگان 56 امضا گردآوری شده و از سوی دیگر برای بازنگری نکردن این فرمان نزدیک به 80 امضای دیگر جمع‌آوری شده است. در حالی که جنجالی ترین بحث در این موضوع درج واژه افغان در شناسنامه‌های برقی است، لیکن این موضوع در بخش از ماده 4 قانون اساسی کشور آمده است. بر هر فردی از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. اکنون دیده شود که شهروندان کشور به خواست بنیادیشان که همانا گرفتن شناسنامه های برقی از خواهند رسید و یا زدوبند های سیاسی در این زمینه ادامه خواهند داشت. نخستین مرکز آموزشی برای سگهای ماینیاب در کابل آغاز به کار کرد. مسئولان این مرکز میگویند که سگهای جرمن شپر را از جرمنی وارد نمودند و این سگها افزون بر ماین برای پیدا کردن مواد انفجاری و مواد مخدر برای 1.5 سال زیر آموزش قرار میگیرند تا بتوانند مواد خطرناک را ردیابی کنند. قطع نوار از بهر آغاز کار کدام کارخانه تولیدی نیست، بل به معنای آغاز کار مرکز آموزشی است برای سگهایی که بتوانند ماین، مواد مخدر و مواد منفجره را کشف کنند. این نخستین مرکز تعلیمی سگهای تعلیم یافته در افغانستان است. سگهایی که معمولا برای کشف و خونسا نمودن ماین و مواد مخدر در میدانهای هوایی استفاده میشه. اگر ما بتانیم در آینده ها یک مرکز خدماتی داشته باشیم که ما نسلگیری، تغذیه و خدمات صحی از در داخل افغانستان داشته باشیم، نیاز نیست که ما سگهای باهوش بنیا را در افغانستان وارد کنیم. مسئولان این مرکز آموزشی میگویند همکنون 15 قلاده سگ در این مرکز زیر آموزش قرار دارند و هر سگ برای پیدا نمودن موادی که زندگی انسانها را به خطر مواجه می‌سازد مدت 1.5 سال در 5 مرحله زیر آموزش قرار می‌گیرند. با 5 مرحله سگهای ما ترنینگ میشن در اجدام. 5 مرحله، مرحله اولش بریدینگ است که ما نسل گیری میکنیم از سگ. آموزش دهندگان این مرکز آموزشی میافزایند در سایر کشورها این گونه سگ ها به بهای گزاف به فروش میرسند و آنان حاضر است این سگ ها را به قیمت ارزان در دسترس نهادهای امنیتی افغانستان قرار دهند. وقفه کوتاه برمیگردیم.
ادامه خبرها به منظور متوازن ساختن توزیع برق نیاز است تا یک شبکه برق سرتاسری در کشور ساخته شود. رئیس جمهور غنی در گشایش لاین انتقال 220 کیلوولت میدان وردک به غزنی تاکید می‌ورزد که در حال حاضر به دلیل نبود راهکار منظم کاری در بخش برق رسانی سبب شده است تا بهای برق در ولایت‌های افغانستان متفاوت باشد و به منظور حل بنیادی این دشواری و توازن در توزیع انرژی برق نیاز است تا یک شبکه برق سرتاسری در کشور ساخته شود. سرانجام پس از سالها انتظار، باشندگان ولایت‌های میدان وردک و غزنی با انتقال پروژه برق 220 کیلوولت از ازبکستان از انرژی برق دوامدار بهره‌مند شدند. رئیس جمهور غنی میگوید در حال حاضر افغانستان 9 جزیره برق دارد، اما به دلیل نبود راهکار منظم برق رسانی در 11 ولایت کشور برق به گونه متوازن توزیع نمی‌شود. آقای غنی یگانه راه حل بنیادی این دشواری را ایجاد یک شبکه برق سرتاسری در کشور می‌داند. 11 ولایت افغانستان است که از 3 از 2 تا 4 چند ولایت های دیگه، باز دفعه تا 10 چند ولایت های دیگه قیمت پرداخته، و هدف ما باعث یک برنامه ملی است که صاحب یک شبکه باشیم که کل مردم افغانستان دسترسی به برق متوازن داشته. آقای غنی تاکید میکند که افغانستان در حال تبدیل شدن به مرکز ترانزیت برق میان کشورهای منطقه است. با حکومت در نظر دارد تا در بخش واردات برق به خود بسندگی برسد که با این کار باشندگان تمامی ولایت ها مشمول بامیان، دایکندی و بادغیز نیز از نور برق بهره مند خواهند شد. هدف ما ایست که یک انرژی عظیم برق که دکتر صاحب قیومی و همکارایشان تخمین کردند تا شاید ان شاء الله به 15000 مگاوات باشه، از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال بدیم. ایواز از این که ما برای برق وارداتی از پول خود مصرف بدیم، انشالله از رای ترانزیت یک قسمت زیادی بودجه را تمویل خود کردیم. رئیس جمهور غنی همچنان افزون بر بهره‌گیری از انرژی حرارتی و آفتابی، استفاده از آبهای کشور را بزرگترین منبع دریافت انرژی برق می داند. آب آبروی ماست، ما آبروی از این وطن حفظ می کنیم. پروژه انتقال لاین 220 کیلوولت برق وارداتی ازبکستان است که از طریق چمتله ارغندی به ولایت میدان وردک و غزنی وصل گردیده است. این پروژه در دو بخش عملی شده است و هزینه آن را اداره توسعه ایالات متحده آمریکا پرداخته است. این اواخر شاهد تحولات و پیشرفت های چشمگیری از ابعاد کمیتی و کیفیتی برق در کشور، در سکتور انرژی کشور می باشیم. ما اکنون شاهد ده ها پروژه های تولیدی، توزیعی، انتقالی به سوی خودکفایی انرژی برق در ده ها ولایات کشور هستیم. در حال حاضر 10 میگاوات برق به شهر غزنی از طریق این پروژه انتقال داده شده است و قرار است تا پایان سال 1397 خورشیدی به 25 میگاوات افزایش یابد. شرکت برشنا میگوید از این پروژه 20000 خانواده در غزنی از انرژی برق بهره مند شدند که این رقم در آینده به 30000 خانواده افزایش خواهد یافت. و تا زمانی که تمامی پیش شرط های افغانستان در توافقنامه ابطا سوی پاکستان پذیرفته نشود، نباید این توافق سوی حکومت افغانستان امضا شود. اعضای بخش خصوصی کشور میگویند که پاکستان همواره در انجام توافقنامه های دو جانبه اش با افغانستان صادق نبوده و در برابر بازرگانان افغان مشکل آفرینی کرده. از همین حال مسئولان وزارت ترانسپورت از برخورد همانند با کشورهای همسایه در بخش ترانزیتی سخن میزنند. پس از امضای توافقنامه بازرگانی ابطا میان افغانستان و پاکستان، در 15 سال پسین پاکستان برخلاف این توافقنامه عمل کرده و چالش‌های بیشماری را به بازرگانان افغان مانند بستن مرز بر روی رفت و آمد موترهای بربری افغانستان ایجاد کرده است. اکنون اعضای بخش خصوصی میگویند تا زمانی که پاکستان صادق بودنش را در انجام مواد موافقتنامه دو جانبه با افغانستان ثابت نسازد، نباید حکومت افغانستان این توافقنامه را امضا کند و نیز به منظور حل بنیادی چالش های بازرگانی بازرگانان کشور، حکومت باید چندین کشور دیگر را در این توافقنامه دخیل سازد. در حالی که ما قرارداد دو جانبه با هم داشتیم، ولی باز هم پاکستان سرحد بری ما بسته می کرد، یعنی به تمام معنا به می قرارداد توجه صورت نمی گرفت. به اون دلیل باز حکومت افغانستان هم زیاد پشتمی قرارداد نگرفت. در همین حال معین وزارت ترانسپورت از بازنگری تمامی توافقنامه های دو جانبه با کشورهای همسایه خبر داده و تاکید می‌ورزد که پس از این حکومت افغانستان با کشورهایی که توافقنامه دو جانبه دارد برخورد مشابه انجام خواهد داد.
خدمات دیگه ای که ما برای کشورهای همسایه داریم کلش فعلا تحت بازنگری وزارت است. ما این را میبینیم و کوشش میکنیم که تمام روابط ترانسپورتی ما با همسایه ما باعث یک روی بالمثل باشه، هر قدری که اونا برای ما سهولت برابر میکنه با همون اندازه ما برای اونا سهولت ایجاد بکنه. با این همه اعضای بخش خصوصی کشور میگویند پاکستان همیشه در فصل برداشت فراورده های افغانستان راه های ترانزیتی را بر روی کالاهای بازرگانان افغان بسته می کند و نیز تعرفه های گمرکی را چند برابر افزایش می دهد. به همین دلیل میزان داد و ستد بازرگانی افغانستان با پاکستان 40% کاهش یافته است. وقفه کوتاه. خبرهای جهان. نماینده ایران در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد از حمایت‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا از اعتراضات سراسری در ایران شکایت کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها غلام علی خوشرو در این نامه اعتراضی به سازمان ملل متحد آمریکا را به اقدام مداخله جویانه و بی‌شرمانه در امور داخلی کشورش متهم کرده است. همزمان در مشهد و شهرهای دیگر ایران برای دومین روز حامیان حکومت علیه اعتراضات هفته گذشته به جاده‌ها برآمدند. محکمه نظامی اسرائیل سه مرد فلسطینی را به طرح‌ریزی حملات هراس افکنانه در اسرائیل متهم کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها اداره امنیت اسرائیل گفته است که ماموران این اداره و منصوبان ارتش اسرائیل سه تن را در شهر هبرون در کرانه غربی اشغال شده بازداشت کردند. این اداره همچنان افزود که این افراد از سوی یک گروه عملیاتی استخبارات ایران در افریقای جنوبی استخدام و حمایت مالی شدند. و وزش باد شدید باعث اختلال و مرگ 3 نفر در اروپا شده است. بر بنیاد گزارش ها یک جبهه هوای طوفانی که با وزش بادهای شدید به همراه است بخش بزرگ شمال اروپا را در نواریده و سبب مرگ 3 نفر شده است. گفته شده که در میان کشته شدگان یک اسکیباز در آلپ فرانسه کشته شده و 15 نفر دیگر نیز در نقاط دیگر این کشور زخمی شدند. حالا هم رفت و برگشت کوتاه. فدراسیون موترسواری از 10 ماه به این سو فعالیتش را به گونه رسمی در چهارچوب کمیته ملی المپیک آغاز کرده است. اما مسئولان این فدراسیون از نبود امکانات در این نهاد سخن می‌زنند. همایون آشنا. رشته موترانی یکی از بازی‌هایی که علاقه‌مندان ویژه آن را پیگیری می‌کنند. 10 ماه پیش فدراسیون موترانی به گونه رسمی کارش را زیر چتر کمیته ملی المپیک آغاز کرد. اما مسئولان این فدراسیون از نبود امکانات و مکان بازی شاکی‌اند. فدراسیون موتور اسپورت افغانستان نزدیک به 10 ماه میشه که در افغانستان فعالیت خود آغاز کرده که تا به حال توجه خاصی به این صورت نگرفته. قسمی که شما شاهد بودین اومدین جریان تمرینات ما رو وقتی که ما خواستیم یک نمایش برگزار کنیم مزاحمت ها و اذیت ها بیشتر بود. ورزشکارانی که در این فدراسیون مصروف آمادگی هستند میگویند که رشته موترانی پرهزینه بوده و توانایی پرداخت هزینه های آن را ندارند. جای درست ما یا موقعیت درستی که نباشه به صورت درست حساب ورزش یا اسپورت ویلنگ یا درفت هر کاری که مربوط موتور اسپورت میشه اجرا کردن نمیتونیم. جای استاندارد نداریم که ما تمرینات ما را ادامه بدیم. مشکلات بسیار رو نما میگرده که موتورا در سرک عمومی ما چی میکنیم تمرین خود را پیش میبریم. گفتنیست همواره مسئولان درجه یک ورزش کشور به ویژه سران حکومت وحدت ملی پشتیبانیشان را از ورزش کشور اعلام کردند، اما روشن نیست که این وعده ها چه زمان عملی می شوند. چگونگی وضعیت هوا؟ رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. خدا نگهدار. شب بر شما خیر.